استاد اگر لطف کنین یه کمی از مصداق امروزیش هم بگین، مثلا امروزه چی کارا رو میتونه زنها انجام بدن؟ در اون زمان خب همین چیزایی که فرمودین رواج همین ها بود، ولی خب امروزه این کارا رو کمتر انجام میتن و چی جای اینا رو پر کرده؟ چه کارایی رو منظور میسته که چه کارایی رو فعلا میتونه زن در اجتماع انجام بده؟ بله، خب کارهایی که زن میتونه انجام بده خیلی فراوانه. من فکر میکنم که اولین کاری که برای زن و واقعا یک کار مهمه فرزند پروری هست. گاهی گمان میشه که اگر یک زن در داخل خانه فرزندش تربیت بکنه و شوهرش خوب رسیدگی بکنه، بحث حقوق اجتماعی زن هست. بله، بله. و امروز فکر نکنم کسی قبول بکنه که اگر در خانه بشینه بچه داره بکنه بعد بگه ما داریم کار اجتماعی میکنه. خب این به عنوان این عرض میکنم که واقعا یک کاره. بله. علتی که برخی از بانوان محترم شاید میل بی نداشته باشند به خاطری که اهمیتی گفته نشده. و ما وقت نگاه میکنیم که اهمیت یک شغل باید ما به پیامد و جنبه های اخروی او هم نگاه بکنیم. درست. وقتی نگاه میکنیم که در روایات ما یک مثلا پستان که به دهان بچه میگذاره و این بچه یک شیری از مادر میمکه، یا یک قسمت از خانه رو که جارو میکنه، تمام اینها بسیار روایات داریم که ثوابهای عجیب خداوند به این زن و این بانو مرحمت میکنه و مردان بزرگ از دامن زنهای بزرگ و فهمیده به جایی رسیدن. و این مثل معروفه که هر مرد موفقی پشت سر و زن موفقی بوده. مرحوم علامه طباطبایی خدا رحمت کنه که این 20 جلد تفسیر المیزان که نوشتن، خب خیلی تفسیر جالبی هست. به تعبیر برخی از بزرگان هم عصر ایشان تفسیر مانند اون نبوده و بعد ایشان هم تفسیر به این زیبایی و جامعیت کسی نتانسته بنویسه. خب اینا میفرمایند که من ایر مدیون همسر خودم هستم که وقتی من در خانه با آرامش ایره می نوشتم، چای من سر وقتش بود، غذای من سر وقتش بود، سعی میکرد او بانوی محترم که تمام محیط آرام را در خانه ایجاد بکنه، به چهار پرستاری بکنه که من فکر آرام داشته باشم. بنابراین این یک شغله. حالا اگر از این دایره خارج بشیم، هر شغلی که مطابق با شأن بانوان باشه، خدمت باشه به خلق خدا و با روحیات بانوان و محترم سازگاری بیشتری داشته باشه و حفظ عفاف و حجابشون بشه، این به نظرم شغل مناسبی هست. علاقه خداوند در هر کسی علاقه مختلفی قرار داده. ممکنه نویسندگی باشد، ممکنه تدریس باشد، ممکن است که پزشکی باشد، کارهای خدماتی باشد. هر شغلی که علاقه و سلیقه و استعدادش دارن میتونن انجام بدن، منتها با همین ضابطه که جهات شرعی و برخورد با نامحرم را رعایت بکنن با حفظ عفاف، هیچ شغلی ممانعت نداره. در شغل داشتن زن در اجتماع آیا اجازه شوهر هم شرط هست یا خیر؟ بله، سوال بسیار خوبه فرمودین، به خاطری که ممکنه بیننده‌های محترم هم همین سال به ذهنشون رسیده باشه. اجازه شوهر لازم هست، به این معنی که چون وقتی در روایت داریم، در احکام داریم که بانوی محترم از خانه بیرون میشه باید اجازه شوهرش بگیره با رضایت و اذن شوهر باشه. پس بنابراین اگر این شغل مثلا در حیطه تواناییش باشه، شریعت اسلامی هم مراعات بشه، با تمام اینها بازم شرط؟ بله، اگر شغل در بیرون از خانه باشه ای باید رضایت شوهر جلب بکنه. ولی یک راهکار داره که اگر یک زنی میگه خب من هر روز اجازه بگیرم، یک روز امکان داره نباشه زمین، بله، نبری اجازه گرفتن، بله، فراهم نباشه، خلق و خوی شوهرم خوب نباشه، بگه نمیخواد بری مثلا، ممانعت بکنه. یک راهکار کلی داره که همو انگامی که بانوی محترم در جلسه عقد و عروسی و نکاح میشینه این رو قید بکنه. من این نکته رو بارهای قبلم گفتم که بسیاری از شرایطی که بعدن زن از حقوقی که میخواد بهره‌مند بشه میتونه در هنگام عقد این شرط رو بکنه. لذا وقت عقد بگه که آقای محترم، من دوست دارم به این شغل تبابت در جامعه خدمت به خلق ادامه بدم.
بله و تحصیل کردم که به خلق خدا خدمت بکنم. بله دکتر شوم. این شرط ضمن عقدم اینه که من از شغل و از کاسبی ممانعت نکنیم و هر شغل دیگری، یعنی میتونه در اون قسمتی که ورود به یک زندگی مشترک میشه این اجازه کلی رو بگیره و در ضمن عقد شرط بکنه. بعد از او دیگه لازم نیه که اجازه بگیره، به خاطر اینکه اجازه کلی را در ضمن عقد خودش گرفته. یا فرمودین که مثلا یک روز خلق شوهر خوش نیست، امکان نداره که، امکان داره اجازه نده. ولی خب مثلا شغل شریف معلمی، یک زن میره به عنوان یک معلم در یک مکتب یا در یک مدرسه ثبت نام میکنه، ولی در موقعی که میره به عنوان یک معلم به اونجا ثبت نام بکنه، از شوهرش اجازه بگیره که خب ما میخوایم برم همینجا به عنوان معلم استخدام شوم در مکتب. حالا در این آغاز که اجازه گرفتی امی کفایت میکنه یا نه که باید برای هر روز بیرون میره؟ نه دیگه، همون که در آغاز اجازه گرفته و ضمن عقد خودش شرط کرده کفایت میکنه، به خاطر که ای با همین شرط وارد زندگی این مرد شده و این شرط نمیتونه به هم بزنه. شرط هست و حتی اگه مرد بعدن پشیمان هم بشه، چون در ضمن عقد خودش شرط کرده، قابل به هم زدن نمیباشه. خیلی خوب، سلامت باشین استاد. به عنوان حسن ختام اگر یک توصیه هم داشته باشین، ای که چی شغل هایی برای یک زن مناسب و بهتر هست در قسمت هم. بله، من همین نکته خدمت عزیزان عرض میکنم که هر شغلی که دوست دارن مشکلی نداره، فقط یک نکته بحث حیا و عفت رعایت بشه در برخورد با نامحرم. دو، احکامشون بلد باشن اگر در هر شغلی هستن، کار درست انجام بدن. و سه، نسبت به رضایت خانواده دقت بکنن. درسته میگیم که اگر در ضمن عقد خودش شرط کرده لازم نیه هر روز اجازه بگیره، ولی خانداری که اولم عرض کردم، طفلا، اولادها، گرمی داخل خانه، این روحیه لطیفه که خداوند در زن قرار داده، این سازگار با داخل خانه بیشتر هست. بله. یعنی اگر شغلی هم داره، معلمی هست، پزشکی هست، هرچی هست، از تربیت اولاد خودش غافل نشه. از رسیدگی به شوهر خودش غافل نشه. از رسیدگی به خانه و کاشانه خودش غافل نشه. با تمام اینها آلو شغلی که دوست داره انجام بده مشکلی نداره، بنابر سلیقه‌ای که داره. بله.